میخوام بهت یاد بدم متفاوت ترین کلمپوری عمرت رو چطوری بپذی و چطوری این تدک جذاب رو به این خوشرنگی در بیاری. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا بهترین غذای عمرت رو درست کنی. به کانال آشپزی خودت خوش اومدی. امروز میخواییم به اتفاق هم یک کلمپوری شیرازی ان تهرانی درست بکنیم. حالا چرا تهرانی؟ یه خورده تغییرش دادم، تابو شکنی کردیم. اگه بخوایی کلمپوری جدید با عطر تازه و طعم جدید امتحان کنی تا آخر ویدیو همراه من باش. برای کلمپولو اولین ماده اصلی ما پیازه. هر چقدر پیازش بیشتر باشه اینقدر خوشمزه تر میشه. وقتی میخواید پیاز کلمپولو رو خلال کنید، سعی کنید تا اونجا که میتونید نازک باشه. میبینید برش ها رو به همین نازکی. خب حالا پیازه که خرد کردم و بدون روغن به تابه اضافه میکنم. حالا بهش روغن اضافه میکنم و اجازه میدم تفت بخوره تا سبک شه. میرم سراغ خرد کردن کلم ها. در مورد کلم پیچ دوستان یه چند تا نکته هست بهتون بگم برای شستشوش. اولا که خیلی زیاد شستشو نداره. کلم پیچ لایه های فشرده‌ای داره که زیاد خیلی توش هوا یا گرد خاک نمیره. اما اگر خب دلچسبی هستید میتونید چند تا لایه از این روش رو بردارید و به لایه های تازه تری برسید که کمتر اکسیژن گرفتن و در معرض نور بودن. اما باز اگر دلچسبی بودید میتونید بعد از اینکه برش زدیدش دوباره بشوریدش و بذارید آبش بره. خب به برش هم دقت بکنید. یه برش از بالا میزنم، یه برش برمیدارم. فعلا اگه میخواید رشته های کلمتون بلند باشه اینو به همین شکل برش بزنید. اگه میخواید کوتاه‌تر باشه به عرض بزنید. اگه خواستید خیلی کوتاه‌تر باشه میتونید وسط برش بزنید و کوتاه‌ترش کنید، ولی من این ابعاد برام مناسب است. کلم رو هم مثل پیاز به نازک‌ترین شکل ممکن خلالش کنید. وقتی خوردش کردید رشته ها رو با دستتون باز کنیدش. گفتم ما امروز قراره برای 4 نفر درست کنیم. من برای 4 نفر حدود 400 گرم کلم در نظر گرفتم براش. کلم مثل پیازه، وقتی که خرد کردید حجمش زیاد دیده میشه، وقتی که میره میپزه حجمش خیلی کم میشه. پس اصلا نترسید. تو این حد فاصله پیازامون هم سر بهش بزنیم. حالا کلمه که خرد کردیم و پیازام وقتی که کاملا سبک شد اضافه میکنم داخل تابه. یا خدا خودمم ترسیدم نکنه زیاد بشه. نه کافیه. حالا حسابی با پیاز رو مخلوطش کنیم تا کاملا نرم بشه. یه مقدار دیگه روغن احتیاج داره. من برای اینکه پیازم و کلمم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر نرم بشن درشون رو میذارم. الان پس کلم از خوردنش غافل نشید. بریم برای آماده کردن گوشتش. معمولا کلم پلو رو با گوشت چرخ کرده قلقلی درست میکنن، اما ما امروز میخوایم با گوشت مرغ، اونم ران مرغ درست بکنیم که یه عطر و مزه خاصی میخوایم بهش بدیم. بریم سراغ ادامه کار. خب ران مرغامو از استخون جداشون کردم. به عباد دلخواهتون خوردش کنید. اینم مرغا. حالا بعد از حدود 5 دقیقه گذاشتن تا حدود خیلی زیادی هم پیازمون هم کلممون نم شدن. این رو جمعش میکنم تا آخر تابم یه طرف و مرغامو این طرف سرخ میکنم و تفت میدم. نمیخوام فرایند طبقه کلمم متوقف بشه، برای این خاطر از هم جداشون میکنم. نمک، یه زن نمک نسبت به غذای بیشتر میزنیم چون هم کلم به شیرینی میزنه وقتی میپزه هم پیاز. نصف قاشق چایخور بهش فلفل قرمز میزنم. میخوام تند و شیرین کنم این طعمو.
تندی فلفل به همراه شیرینی کلم و پیاز یه طعم بالانس خیلی خوبی به ما میخواد بده. یه قاشق چای خوری هم پودر سیر، سه قاشق چای خوری هم زردچوبه. تو رسیپی هست خیلی زردچوبه بیشتر میزنن، ولی من نمیخوام خیلی رنگشو زرد کنم که سفیدی برنج ما کلا گم بکنه. گفتم اینا یه خورده من دستکاریش کردم و امیدوارم از این ترکیب شما هم خوشتون بیاد. من به جای استفاده از رو میخوام از فیله پوست گرفته گوجه فرنگی استفاده کنم. طعم بهتری میده به نظر من. گفتم نمیخوام رنگشو خفه کنم و کلا یه رنگ خیلی قرمز داشته باشم. وقتی شما بهش رو اضافه میکنید و همون زردچوبه زیاد، کلا رنگ برنجشو کلا خفه میکنید و کلا یه برنج انگار استانبولی که داخلش کلم گذاشتید. میخوایم اون سخوره تغییر بدیم. داریم تابو شکنی میکنیم. گوجه ها رو روی مرغم اضافه میکنم. دقت کنید فعلا همش نمیزنم، درشو میذارم، 5 دقیقه دیگه میام سراغش. حالا بعد از 5 دقیقه زمان این هستش که حالا همه رسای با هم دیگه مخلوطشون کنم. اینجاست که ادویه ها با مواد کاملا بخورده هم میرن و یه طعم واقعا خوشمزه به ما میدن. ببینید چقدر خوشگل شده رنگش. اصلا اون رنگی که بایستی قرمز قرمز باشه رو نذاشتیم ایجاد شه. طعم گوجه فرنگی رو داریم، فلفل رو داریم، پودر سیر، پیاز، کلم و گوشت ران مرغ. جای همتون خالی دوستان. میام که الان جای همتون خالی. بذار تموم بشه. من تست نمک کردم، نمکش کمه. یک انگوش نمک اضافه میکنم. گفتم چون کلم شیرینه و پیازم این بازه به شیرینی میزنه، این مقدار نمک بیشتر میبره. من میخوام با اجازه شما یکم هم تندترش کنم، ولی شما هر چقدر که دوست داشتید فلفل اضافه کنید. مرحله آخر موادمون کشمش پلویی. وای عاشق این کشمش پلویی هم من. خیلی خوشمزش میکنه. برای تهدیگ اول روغن، یه قاشق غذاخوری هم زعفرون، طبق معمول تکون بده تا کاملا روغن زعفرونمون مخلوط بشن. حالا امروز میخوایم تهدیگ نونی استفاده کنیم دیگه. سیب زمینی خیلی گذشت. یه لایه برنج، از مواد کلممون، آخرین کار یه چند تیکه کره کوچیکم بندازید روش که هم طعم بهتری بهش میده، هم تهدیگ اون خیلی تهدیگ میکنه ها. آخرین حرکت ما یه قاشق از خانم زعفران اضافه کنیم و دربش رو میذاریم. 45 دقیقه با شعله کم میبینمتون. خب دوستان 45 دقیقه گذشت و کلم پلوی ما آماده است. یکی اون رو همش بزنی. دقت میکنید هنوز سفیدی برنج کاملا مشخصه. خب بریم غذای خوشمزه رو بکشیم. باور کنید اینقدر خوش عطره، عطر کره و کلم و پیاز و برنج ایرانی رو باید باشید تا ببینید. اینو واقعا بپزید، این روش رو بپزید. اگر ازش خوشتون نیومد و نتیجه نگرفتی، اون موقع بیاید هر چی دوستشید به من بگید و حرف خوب بزنید بالا غیرتا. حالا مرحله هیجان انگیزش اینجاست. من اینو برمیگردنم بعد شما بیا جلو ببینیم تهدیگه اون چه شکلی شده. خدای با امید تو ای خالق مزه ها. دیدیدی احوه اینم تهدیگه.
این صدا چقدر برات آشناس؟ جای همه تون واقعا خالی. اما مگه میشه غذا شیرازی بخوری بدون سالاد شیرازی؟ جای همه تون واقعا خالی دوستان. بابا کنین از همین یه قاشق عطر کشمش و کلم و پیاز و مرغ و گوجه فرنگی و اگه ذائقتون ترش بود میتونید به عنوان چاشنی اواخر پخت از آب لیمو یا آب گلو هم استفاده کنید. اما به نظر من خدای من باور کنید بهترین غذایی که میتونید بپزید و میلش کنید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد. خداحافظ.